خان روستایی، همونطور که شما اشاره کردید، جمهوری اسلامی در مسیر تمرین دیکتاتوری یک وقتهایی خب یک فضای بازی رو برای مطبوعات ایجاد کرد، شاید میخواسته سبک سنگین کنه، ببینه که چقدر میتونه آزادی عمل به روزنامه نگاران بده، که در نهایت ما امروز به جایی رسیدیم که روزنامه نگار ایران تبدیل شده به یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران در جهان. روزنامه نگاران تحت پیگرد قرار می گیرن به خاطر مطالبی که حالا صرفا خبررسانی می کنن، شکنجه می شن و بازداشت می شن. همه اینا به نظر شما این همه این اقدامات در نهایت چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی پروژه سوخته، پروژه به اتمام رسیده و پروژه ای هست که در تاریخ بشر از این به بعد دیگه هیچ کس به فکر جمهوری اسلامی و حکومت مذهبی نخواهد افتاد. هیچ کس دیگه این سیستم رو و این نام رو و این تیتر رو تجربه نخواهد کرد. در واقع باید به این توجه داشته باشیم که شما در وقتی که یه سیستمی شفاف نیست، یک سیستم دیکتاتوریه و این دیکتاتوری هی داره دیکتاتوری تر و اصلا نظام توتالیتر میشه. بعد این نظام توتالیتر قبلا یه زمانی قدرت رو در دست داشت، بعد سرکوبگر میشه، بعد گام به گام این سرکوبگریش لخت میشه و الان به راحتی دیگه اینها جوانان مردم رو دستگیر میکنن، بعد میبرن توی حیات زندان وای میستن تا اذان صبح بشه، بعد اذان صبح که شد جوانان مردم بالای دار میکشن. اینی که روابط قدرت اینقدر وحشی شد و گام به گام به این نقطه رسید، در هر حال این تحولات جامعه ایران کشور اگر قرار بشه که یک روز دموکراسی و روابط دموکراتیک رو تجربه کنه، اگر قرار بشه نظامی ها کنار گذاشته بشن، اگر قرار بشه مافیای اقتصادی کنار گذاشته بشه، اگر قراره که یک نفر اون بالا ننشینه و برای همه چیز رو دیکته نکنه، من فکر کنم باید از همه این تحولات ما میگذشتیم و تجربه میکردیم و ما وسط تحولات هستیم. شما امروز میبینید جمهوری اسلامی در ظاهر همه قدرت رو در دست داره، اما وقتی که در میون مردم میرید میبینید که اینها هیچ کس اصلا طرفدار اینها نیست. در تاکسی، در اتوبوس، در بازار همه دارن اینها رو دشنام میدن. یک شکاف هولناکی بین تک تک مردم ایران، آحاد مردم ایران از دارا و ندار، از چوپان شما بگید تا کارخانه دار، یک شکاف عمیقی بین مردم ایران و اینهایی هست که سلطه و قدرت دارن. جمهوری اسلامی امروز فقط سلطه داره و قدرت داره، آنچه که نداره محبوبیت. به همین دلیله که نمیشود بر مردمی که 84 میلیون ایرانی که باسواد هستن، تحصیلات دارن، کشور ثروتمندی مدرنیست رو یه زمانی تجربه کرد، نمیشود مردم رو با زور برشون حکومت کرد و حاکمیت رو ادامه داد. و این تغییرات امروز نه، فردا نه، 2 ماه دیگه یا 2 سال دیگه حتما اصلا بی‌تردید اتفاق خواهد افتاد. اما به نظر من مطبوعات در این روند نقش بسیار موثری داشتن. و جایگاه قانون این وسط چیه؟ برگزاری دادگاه غیر علنی برای 2 تا روزنامه‌نگاری که تنها اتهام اونا اطلاع رسانی درباره حوادث منجر به کشته شدن مهسا امینی بود، آیا در دراز مدت میتونه موجب این بشه که جامعه رسانه‌ای ایران از اطلاع رسانی آزاد و مستقل دست بردارن و محدودتر کنن خودشون رو؟ ببینید، من که با شما صحبت میکنم میخوام سند بیارم براتون، میخوام مستند صحبت کنم، داکیومنتال صحبت کنم. ببینید، من همیشه بغیر از روزنامه اطلاعات که کارمند معمولی بخش بین‌الملل بودم، یه حدود تمام دوران مطبوعات من دبیر بخش بین‌الملل بودم و هر جایی که من بخش بین‌الملل بودم، اون بخش خیلی مهم بود و خیلی پرخواننده بود. بخشیش به دلیل شیطنت هایی که من میکردم و بخشم به دلیل اینکه مسائل بین‌المللی و اطراف ایران مسئله خیلی مهمی بود و من هم چون زبان انگلیسی میدونستم اینها رو خوب پوشش میدادم. من برنده تمام جوایز مطبوعاتی هستم، اما اگر من امروز از سوئد اومدم بیرون، 2 ماه زندان بودم، 45 روز انفرادی بودم، قاضی صلواتی منتظر بود، به من گفتن حدود 7-8 سال برای تو قراره ببرن اگر من نیستم، به این مفهوم است که همه چیز تموم شده. ما با جامعه سر و کار داریم که
اون روزنامه نگارانی که قضایی ها رو شروع کردن، خیلی هاشون یا سرکوب شدن یا اصلا شغلشون رو ول کردن رفتن روابط عمومی، خیلی هاشون اومدن خارج از کشور. اما این جریان در ایران ادامه داره. اون کسی که میاد میگه که اون، حالا من دارم پاسخ سوالشون، اون کسی که میاد جریان قالیباف رو افشا میکنه که رفته برای خانوادش رفتن و از ترکیه و وسایل کودک میخرن، یه لغتی بود، افشاگری میکنن، خب این نشون میده جامعه خیلی زنده است. سیسمونی گیت منظورتونه؟ یه بار دیگه لطفا. سیسمونی گیت. بله بله، سیسمونی گیت. کسی که میاد شهامت و رشادت به خرج میده با قالیباف شاخ به شاخ میشه، یعنی این جامعه زنده است. کسی که میاد صحبت میکنه و میگه که قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاضلاب جمهوری اسلامیه، این جمله نشون میده که این جامعه داره نفس میکشه. یعنی هژمونی سرکوب، اعدام، دستگیری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، لباس شخصی ها، تک تیر انداز ها، اینها نتونستن مردم رو خفه کنن. با همه این فشارها باز روزنامه ها دارن یه کارایی میکنن، آمار و ارقام منتشر میکنن، اطلاعاتی داره درس پیدا میکنه، نشون جامعه داره میترکه، واقعا جامعه داره منفجر میشه. خب با وجودی که قوه قضاییه و سیستم سرکوب، اطلاعات سپاه و چندین نهاد اطلاعاتی موازی داریم، چندین نهاد سرکوبگر داریم، ما ده ها بازداشتگاه رجیستر نشده داریم، ما روزنامه نگارانمون ده ها پرونده دارن، میرن میان، میرن بازداشتگاه میان، این وثیقه رو میذارن بعد اون وثیقه رو میذارن. اما شما نگاه میکنید توضیح چیه؟ چرا سرکه این قضیه هم نمیاد؟ چرا اینا نمیتونن جمع کنن قضا رو؟ برای که نمیشه جمعش کرد. این جامعه زنده است، جامعه زنده است و داره اطلاع رسانی میکنه. من در یکی از ویدیوهایی که خودم تولید میکنم یه تیکه گذاشتم، یه فیلم 20 ثانیه‌ای گذاشتم، یک چوپانی یک روباه رو میبینه. ببینید این سند خیلی مهمیه. یه روباه میره، روباه خودش زده به مردن و بعضی از حیوانا وقتی که میترسن میخوان آسیب بزنن خودشون میزنن به مردن. بعد در ایران یک چوپان یک موبایل داره، یه ذره اینترنت داره، بعد حافظه موبایلش هم کار میکنه، بعد هی این روباه رو میزنه میگه که پاشو پاشو، من میدونم تو خودتو زدی به مردن. روباه تکون نمیخوره، دوباره میگه پاشو من میدونم خودتو زدی به مردن، با لهجه دهاتی روباه تکون. بعد میگه پاشو وقتی همین الان سگا میان میدارن پاشو. بعد این با یه چوب تکونش میگه، دفعه روباه پا میشه فرار میکنه. وقتی که چوپان ایرانی که معمولا جزء ندارترین اقشار اجتماعی هستن موبایل دارن و به رسانه ها وصلن، یه تیکه فیلمو میگیره و میذاره تو اینستاگرام و توی اینستاگرام جزء پربیننده ها میشه، یعنی این جامعه رو نمیشه جمعش کرد. اینها میخواهن سرکوب کنن، اما جامعه ایران به شدت ژلاتینی شده. از این ور فشار میدی از اون طرف در میاد و با همه این سرکوب ها شما میبینید باز روزنامه شرق الان این خانومی که جریان مهسا امینی رو افشا کرد، میبینید این رو رهاش نمیکنن و مثل ایشون باز در مطبوعات هست. نمیشود جامعه ایران رو خفه کرد به دلیلی که جمهوری اسلامی از تاریخ به شدت عقب افتاده، از مدرنیست به شدت عقب افتاده، رسانه ها جمهوری اسلامی رو دار زدند. جمهوری اسلامی فقط تظاهر کنندگان رو نیست که گرفتن و با این اذان لعنتی مردم رو به دار میزنن، رسانه ها هم جمهوری اسلامی رو به دار زدن. شما جمهوری اسلامی رو ببینید که بالای دار داره در واقع این طرف اون طرف میره و باد میوزه و تکونش میده. اینها میخوام بگم که موازنه وحشتی یا صلح مسلح بین مردم، جنبش زن زندگی آزادی، جریان تغییر، صلح مسلح بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره و صلح مسلح به توضیحش اینه که اینها با هم هیچ توافقی ندارن، با هم به توافقی هم نخواهند رسید و تاریخ نشون داده که معمولا مردم پیروز خواهند شد. و این مردمی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم، رسانه ها توش نقش بسیار مهمی داشتن و روزنامه نگاران هم بسیار فعال بودن. خانم روستایی عزیز، به نظر شما با وجود سانسور شدید رسانه‌ای و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چرا جمهوری اسلامی توان پذیرش و قبول حتی یک ذره آزادی بیان و مطبوعات رو نداره و در مقابلش این همه در واقع مقاومت می‌کنه؟ ببینید، مطبوعات
معمولا شغلشون اینه که به مهمترین مسائل و قضایا بپردازن، به نوک قضایا و به تیزترین بخشا. الان اخباری که مردم دنبالش هستن اخبار معمولی نیست که امام جمعه نمیدونم کرج چی گفت، امام جمعه قزوین چی گفت، نمیدونم امروز عاشوراست، فردا، اینا نیست. الان اخبار و اطلاعاتی که هست همه اتفاقات در ایران بمب خبریه. وقتی که کارشناسان در یک سخنرانی معمولی میان میگن که مردم از پس جمهوری اسلامی بر نمیان ولی به زودی اقتصاد جمهوری اسلامی رو با سر فرود میاره، خب این خبر خیلی معمولیه. روزنامه ها اگر قرار باشه از این اخبار و از این تحولات و این رخدادها بنویسن، اینی که چه کسی رو چند نفر رو در زندان ها اعدام کردن، خب خبرها اینه که چند نفر رو اینها نمیدونم با طناب دار آویزون کرده، اینها خبرهای مهمیه. اینکه اینها دارن پولهای کشور و منابع کشور رو میبرن، اینی که آقای خامنه ای اومد در روز 14 خرداد به مردم اعلام جنگ داد، روزنامه ها اگر قراره که بپردازن خب به این نکات باید بپردازن، به نوک اخبار. و وقتی که نمیشود به نوک اخبار پرد و اگر قرار باشه مطبوعات اینطوری رفتار کنن که جمهوری اسلامی دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، من فکر میکنم یه دلیلی که جمهوری اسلامی نمیتواند کوتاه بیاد، اگر یک سانتی متر کوتاه بیاد بعد همه مسیر رو دیگه باید کوتاه بیاد. جمهوری اسلامی اگر مجبور بشه بحث حجاب رو بپذیره که دیگه عملا جوانها دیگه روسری سرشونه و حجاب نمیذارن، اگر رسما اینو بپذیره بعد تا انتخابات آزاد و حذف خامنه ای و تجدید نمیدونم تجدید نظر در قانون اساسی و همه این تهش باید بره. برای همینه که یک سانت هم کوتاه نمی آیند، به دلیلی که این یک سانت منجر به تغییر همه چیز، فروپاشی همه چیز و نوشته شدن همه چیز در کشور توی سیستم سیاسی و حاکمیت میشه. بله، خیلی متشکرم خانم روستایی از وقتی که در اختیار ما برای این گفتگو گذاشتید و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این گفتگو با ما همراهی کردید.